نه دیگه من وارد من یه بحث چیزی نمیشم، بگم، میخوام برم. جانم جانم عجب جونی داری، عجب تحملی داری، و اون خانمایی که اون پایین ساکت نشستن. به هر حال آقای امیری از آقای سلیمانی امیری از طرف ما صحبت خواهد کرد. شاپک جان تو هم میتونی صحبت کنی، ما اگه من بزن ببین، من اصلا آموزش مثل جناب سلیمانی اصلا آموزه های فقهی نداشتم، ولی شنیدنش به عنوان یک انسان برام دردناکه که ایشون از یه طرف میگن در قرآن اومده که در مورد برابری، از حالی آیه هم گفتن از یک نهاد آفریده شدند و برابرند، از یک طرف روایت هایی رو میگه که مردان رو مثل همین چیزی که جمهوری اسلامی میدونه نگهبان زنان، که یعنی اگر زنان آزاد باشن حتما فساد میکنن و این فساد رو هم حالا در روابط جنسی میبینن، ولی در همین دین روابط جنسی برای مردان هیچ محدودیتی نداره. در شیعه که با حکم سیغه اصلا محدودیت نداره، یعنی و واقعا من مرسی که لطف داشتی، ولی واقعا دردناکه. آقای ناصر چه اصراری دارین بگین اسلام زن ستیز نیست؟ این یک دینیه، یک آینیه، یک ایدئولوژیه که 14 قرن پیش اومده و در اون زمان بله در همه جای تاریخ، اصلا ما به تاریخ مراجعه کنیم میبینیم این در تمام دنیا همین افکار و همین زن ستیزی و همین محدود کردن زن، همین پلید انگاشتن زن، فاسد بودن زن در صورت اینکه آزاد گذاشته بشه همه جای دنیا رواج داشته. چرا قبول نمی کنید که این دین یه آموزه‌ای بوده، یه ایدئولوژی بوده که یه شخصی در یک سرزمینی اومده ارائه داده با توجه به سنت‌ها و فرهنگ اون زمان در اون منطقه؟ چرا قبول نمی کنید که خب دینتون دین سکسیستیه و دینتون دین زن ستیزیه، حالا چه اصراری دارین که بیایم همین یک دو تا کلمه بذارین کنار هم و بگین جایگاه والای زن؟ خب دینتون دینی که زن ستیزه، این رو قبول کنید. همین به همین راحتی دینتون زن ستیزه، به خاطر فقط و فقط الان فقط به خاطر همه حرفایی که خودت زدی به همین راحتی. اصلا من به تمام تجربه زیستیم به عنوان یک زن مسلمان زاده در یک کشوری که با قوانین اسلامی اداره می شده کاری ندارم. من الان یه زنی باشم که هیچ تجربه ای نداشته باشم از دین اسلام، صحبت شما رو بشنوم، به این نتیجه می رسم که اسلام یک دین زن ستیزه به همین راحتی. عرض می کنم نکنید بنده خواستگاه خانوادگی مطلقا مذهبی نبوده، خودم هم یک برهه اصلا جز اسلام ستیزان بودم، این رو عرض کردم. بنده به مرور زمان تغییر عقیده دادم و بعد هم وارد حوزه علمی شدم و تا به اینجا اومدم. سن زیادی هم ندارم، حالا شاید در آینده نظرم هم برگرده، میگم هیچ تضمینی نیست. منتها مرتب این چیزی که فرمودید بایستی مستند باشه، یعنی ما که میگیم اسلام زن ستیزی میگیم مستند باشه که بنده تا به امروز زدین. آقای ناصر ببخشیدا، همین روایاتی که کردین، همین توضیحاتی که دادین در مورد روایات که گفتین محمد به علی این توضیح رو داده برای این زنان گفتن زنان رو کنترل کنین، اصلا مستندات هم همین حرفایی که خودت الان زدین. شما مثل اینکه فرمایشات بنده رو ناقص شنیدید. نه من مغالطات من مغالطه های شما رو دیدم. از یه طرف میگی در دین اسلام انسان ها برابرن، زن و مرد برابرن، از طرف دیگه میگی به مردان توصیه شده که نذارن زنها تنها برن بیرون چون میرن همخوابگی میکنن، ممکنه برن در مهمانی ها و یا همخوابگی کنن با مردان دیگه. شما همین حرفو میگید سکا خانم؟ بله من عرض کردم بعضی از احکام مولوی ان ارشادی ان، یعنی اگر در یک بستری در یک زمانی امکان خطای زن نبود یا زن بسیار پارسا و پرهیزگار بود، قطعاً اینجا مرد میتونه از زنش تبعیت بکنه، با اون مشورت بکنه و اجازه خروج از منزل رو به او بده. امکان خطای انسان، هر وقت به جای اینکه راجع به زن صحبت کردی در مورد انسان صحبت کردی، من متوجه میشم که شما عقایدتون زن ستیز نیست به همین راحتی. درود بر تو شوهر. البته این رو هم بگم و بنده در این روم تنها هستم، یعنی همه شما الان منتظرید که بنده یک آتوی بدم بریزید سر من، من رو
نه خیلی دست علی نه خیلی جان ما کلن ساکستیم معتقد نیستی که دست علی به همراهته چه عرض کنم بلده شما تعدادتون خیلی زیاده خیلی خیلی ما که اصلا حرف نمیزنیم به بعد الان فقط شما هستید ما هیچ صحبتی نمی بنده همه شما عزیزان رو مطمئنن فالو میکنم و شما جز دوستان بنده خواهید بود کسی که نها کنین واقعا بدون اناد بدون اناد به کف برسه از منظر من محترمه زنده باد که... ناصر جان یه لطفی بکن دوستات هم دعوت کن بیان هیچ ایرادی نداره اگر کسی رو میشناسی یا استادت یا هر ما آماده ایم آقای سلیمانی هم که به هر حال اینجا تشریف دارن لطف کردن و من نظرم اینه اگه دوست داشتین آقای لطفی رو بگیم بیان بالا آقا ناصر ایشون هم ما بحث زیاد باشون بشین اگه مایلید ایشون هم میتونه بیاد کمک شما هرچند که ما درست چند نفر بالا هستیم ولی کاملا سکوت کردیم ایمان زبان ما هست به صحبت میکنه حتما از فرمایشاتون هم استفاده میکنیم انشاءالله در یک وقت بهتری هم حالا تو اینستاگرام یا جایی دیگه به صورت لایو با آقای ایمان انشاءالله اگر بنده رو قابل بدونن مناظره خواهم داشت فقط اجازه بدید باشه دیگه حالا من ریش و قیچی دست شماست شما هر سوالی دارید هر امری دارید من در خدمتتون هستم فقط یه اشاره هم بکنم به اون مبحث زدن ببخشید من این رو تکرار مکررات اما باز عرض میکنم چون آقای ایمان گویا نشنیدن این مبحث زدنی که شما اشاره فرمودید نا کنید من کتمان نمی کنم الان در فضای مجازی از قول های سید کمال حیدری قرائتی نقل شده که میگه منظور از فاضر بوهن نه بزنید منظور زرابه و ایشون اشاره میکنن در ادبیات عرب این به این معناست که واگذاردنه یعنی هر وقت زنانتون نشوز کردن شما اونا رو واگذارید از خانه فرار بکنید نه خیر این برخلاف متفاهم عرفی آیه است اون آیه دلالت داره به وضوح بر زدن متا زدن به چه نحوی عرض کردم ما در قاموس قرآن دو واژه داریم یک شقاق دو نشوز شقاق یعنی اختلاف سلیقه یعنی عدم تفاهم یعنی عدم همسویی نگرشی یه وقت از یک زن و مردی خیلی هم خوبن منتها با هم متجانس نیستن از یک جنس نیستن به اختلاف میخورن آیا مرد مجاز زنشو بزنه؟ هرگز اینجا قرآن چی میگه؟ میگه فان خفتم شقاق بینهما و بأسوا حکما من اهله و حکما من اهلها یک داور از خانواده مرد بیاد یک داور از خانواده زن بشینن ریش سفیدی کنن این مشکل برطرف بشه و اگر هم نشد ختمه به طلاق باشه اما خب اینجا ناکنیم پس شقاقه اینجا مرد حق نداره با زنش برخورد تندی بکنه حق نداره تحمیل عقیده بکنه اما یک جای دیگه نشوزه نشوز یعنی یک فردی اعم از زن یا مرد از انجام وظایف زوجیتش امتناع میکنه فالمثل مرد نفقه نمیده یا زن تمکین نمیکنه در حوزه جنسی بدون عذر عرض کردم من اینو بارها گفتم اگر زن عذری داره عذر فیزیولوژیکی داره میتونه تمکین نکنه ولو یک سال بشه ولو دو سال بشه مردم حق نداره به اون تحمیل بکنه این مستفاد از قاعده لا ضرره منتهی مراتب اگر زن بدون عذر تمکین نکنه اینجا قرآن میفرماید فاذوهن آقا جان مرد رو زن رو پند بده موعظه بکن با زبان خوش با ملاتفت اگر نشود وحجروهن فی المضاجع باش قهر بکن بهش بیمیلی بکن بذار بفهمه که کارش اشتباهه اگر نشد فضربوهن نه او را بزن که اینجا هم در روایات ما آمده فقهای ما گفتن مراد از ضرب ضرب با سواکه یعنی یک چوب بسیار نحیف به شرط اینکه اون زدن هم نه منجر به ضرب جرح بشه و نه شکستگی که اگر بشه دیه بر عهده آقا واجبه و کار حرام کرده اون مثالی هم که شما زدید راجع به حضرت ایوب اینه فرمودش که تویی که قسم خوردی که باید زنت رو بزنی مردم زنت رو متهم کردن به گناه زنت پاکم هست هیچ گناهی نکرده تو اگر از این حکم سر باز بزنی نزد مردم متهم میشی برو 100 تا شاخه گندم خوشه گندم بیار بذار کنار هم یک بار با اون زنت رو بزن برای اینکه چی؟ برای اینکه عرف مردم رو یک جور توجیه بکنی که فردا به تو اتهام نزنند زدن هم اگر باشه همینه اونم آخری مرحله است که عرض کردم مردم حتی کتک میخوره مردی که ناشز هست قاضی اول او رو موعظه میده بعد او الزام میکنه نشد او رو تعذیر میکنه چه بسا شلاق بزنه حالا اگر خانم زورش واقعا میرسه بسم الله
مرد ناشزه، خانومم زورش زیاد آقا رو بزنه به همون ترتیبی که آقا ناشز اصلا چه بزنی؟ تو این اصلا برای چی اصلا هرکی هرکی بزنه؟ این مشکله میدونی؟ اصلا آقا ایمان لطف میکنه، اجازه بدید؟ اجازه بدید آقا ایمان. یاسر جان، آقای کیانمه از من خواستن که اگه لطف کنین اجازه بدین بیان بالا، میخوان صحبت کنن. جناب کیانمه، مرسی. شاپرک جان مودریتور باش، چون من باید بگردم از بین دوستان پیدا بکنم. مرسی. یک لحظه دوستان صبر بکنید، یک لحظه من یک غذای گذاشتم به اجاق از اینا. برو به کارت برس. ممنونم، یه حداقل تنفس میدیم که دوستانم صحبت بکنن. مرمزونه با هزار تا دردسن. آره خب خدایت قبول کنه. من فقط دوستان اینو میخواستم بگم، ببینید ممنونم از ایمان. ناصر جان بله حتما حتما. ایمان عزیز خب به هر حال از روی مطالب در واقع کتب شیعه و قول اهل سنت مطالبی رو صحبت میکنه و این خیلی عالیه که ما به سبک خودشون که اسمش رو میزنن علمی برخورد میکنن و خیلی عالیه. ولی دوستان خیلی راحت تر از اینا هم ما میتونیم زیر سوال ببریم. همین الان صحبت از زدن، ایشون میگه اصلا زنم میتونه مردو بزنه. واقعا من میخوام ببینم این زدن یعنی چی. این خیلی جالبه، ما هنوزم درباره زدن داریم صحبت میکنیم، هرچند آقا با یه خوشه گندم یا هر چی، من نمیفهمم اینو. دوستان هم رفتن سراغ آماده سازی سحری و من دارم سحری میخورم. جناب کیان بفرمایید. سپاسگزارم، ممنونم از دعوتتون. شاور خانم سپاسگزار از شما به ویژه. جناب آقای ناصر، شما از قوانینی یا از اصولی در فقهتون حرف میزنین که حتی در قیاس با 1400 سال پیش ایران هم ناکارآمد بوده. واقعا من یه لحظه خودم رو میذارم جای شما، چطور بعد از 14 قرن این باورهای خرافی و عقب مانده رو میخوای راجع به بانوان سرزمین من که تحصیل کردن که خوب را از بد تشخیص میدهند؟ آخه اینا چه چیزیه؟ شما چرا اصرار به این دارید که اون تتم اعتبار سنتی رو که در جامعه برای شما قائل بودن اون رو هم برباد بره؟ شما حتما فرمایش شما درسته. قرآن کریم از این روز که میفرماید آشروهن بالمعروف، با زنانتون به نیکی معاشرت بکنید، مبادا بهشون امر و نهی بکنید. زدن بخشی از نیکی رفتار کردنه حاج آقا؟ نه من توضیحات رو بزرگ امر دادم. الان بذارید من یکی دو دقیقه حرف بزنم، بعدن حضرت عالی در خدمت شما منبر دست شماست. شما میفرمایید که در هر شرایط امور مربوط به زنانتان را هم باید شما در دست بگیرید، یعنی دیگه از اون جزئی ترین امور مربوط به زنان که معمولا مردا راجع بهش حرف نمیزنن، اون رو هم باید در دست آقایون باشه. آقا این با کدام عقلانیت سنخیت داره؟ بعدش ما در جامعه زندگی میکنیم که بسیاری از بانوان ما مبرزن، برجستن، از همسرانشون معروفترن. شما فکر کن یک کشوری که رتبه چهارم اقتصادی دنیا را داره، 10 سال بیش از 10 سال دست خانم آنگلا مرکله. آخه این چه قانونی شما صادر میکنید؟ من خوندم البته خیلی از کتابای شما رو، اون از اون هلیت المتقین که از اولش تا آخر آدم میخونه رودوبر میشه. اتفاقا من در هلند زندگی کردم، با یکی از نوادگان آقای مجلسی به نام دکتر داریوش مجلسی دوست بودم. ایشون رئیس مترجمای فارسی زبان در هلندن، ایرانی افغانی فرق نمیکنه. یه بار بهش گفتم که آقای مجلسی لهجه اصفهانی که داری، منصوب اون علامه مجلسی معروف هستی،
حالا اون با یک کلام بسیار زننده ایشون را خطاب کرد، گفت بله من نبی اون چی چی شدم. آخه با عقلانیت کجاست؟ اینقدر روایت میگویید راوی گفت راوی گفت راوی گفت راوی گفت. آقا راوی آخه کیه این راوی ها؟ اینقدر شما تولیدات راوی دارید، یکیشو ابن ابوالاوجای خراسانی تولید کرده، 2500 تا موقعی که میخواستید اعدامش کنید گفتی آقا من 2500 تا وارد این روایت ها کردم، نمیدونم این احادیث شما من وارد کردم. یا اون یکی که کارخانه تولید حدیث بوده، ابن حریره نمیدونم چی چی، الان من مدت هاست که نخوندم اسامیشون یادم رفته. پیامبری که به قول قرآن به قول شماها امی بوده، در زمانش کتابت نشده قرآن، 30 سال بعد نمیدونم 30 و چند سال بعد یه نفری به نام عثمان پیدا شده اونو نوشته، اونم با مشورت نوشته. خب مشخصی که این همه اینا توش دست برده شده. حالا شما بگید که هیچ گونه تبدیل و تبدلی نمیدونم در قرآن صورت نمیگیره، احادیث که دیگه اصلا حسابش کاملا جداست. حالا من از بحث دور نشم، این واقعا این تیترتون برای من اینجا جذب کرد، نه زیباییش بلکه اون به اصطلاح توهین آشکارش جایگاه والا. من میتونستی بگی جایگاه زن در اسلام، اون والا کجا؟ ممنونم جنابی که من اینو چند بار تو اتاق داشتم توضیح دادیم، خیلی از شما ممنونم. من یک توضیح خیلی سریع به یکی از دوستان که تشریف داشتن بین ما بودن و رفتن بدم، که مرحوم اکبر که از در واقع کاربر شناخته شده هستن، ما اصلا قصد بی احترامی نداشتیم، ایشون چون یه مدتی تشریف بودن از اتاق بیرون متوجه نشدن که اتاق تبدیل شد به مناظره مستقیم بین آقای سلیمانی و آقای ناصر. خوشحالیم که آقای لطفی هم اومدن. سویلجان من در خدمت شما هستم. فقط من یک جمله بگم رفع زحمت کنم یا برم اون پایین بعد منو موو بدین، چون من نمیتونم، نمیدونم چرا تشریف داشته باشین اصلا. خودتونم بکنید. خواهش میکنم. حاجی آقا سعدی میگه، میگه به موج آویز و از ساحل بپرهیز، که این دریاست ما را آشیانه. به عقلانیت بپیوندید بابا، قرن اتم، قرن انفجار اطلاعات، مریخو دارن تصویر میکنن. قربان شما. ممنونم آقای کیان. مرحوم اکبر. آقای ناصر اجازه بدید میخوام اونارو ببندید. خواهش میکنم. آقای مرحوم اکبر، من هم به زعم خودم از شما خواهی میکنم و خوشحالم که با ما هستید همچنان بین اسپیکرها. بابک جان، من فکر میکنم که الان وقت رو بدیم به خدمت آقای لطفی، چون ایشون تازه اومدن الان بالا، مثل آقای کیان ازش فهمیدن. آقای لطفی عزیز اگر صحبت دارید در خدمتتون هستیم. عرض ادب و احترام دارم خدمت همه دوستان. آقای لطفی عزیز، آقای لطفی عزیز، قولوا قولا لینا. چشم. عرض ادب و احترام دارم. آقا چرا رمزی صحبت میکنی؟ آقا چی شد چی شد؟ عرض ادب و احترام دارم خدمت تک تک عزیزان، وقت همگی بخیر. با توجه به اینکه وقت بسیار اندک هستش، من خیلی نمیتونم بالا باشم، اما در رابطه با این آیه شریفه که بحث بود، من لازم میدونم یه مختصر توضیح بدم و دوستان هم، دوستانی که پایین هستن، حالا حداقل براشون روشن بشه. هیچ در واقع اصراری نیست که مثلا خانم شجریزاده یا آقا سامان یا دیگر دوستان این رو بپذیرن، ولی ما وظیفه داریم حقیقت رو بگیم. و این طور هم نیست که یه وقت فکر کنی که ما داریم توجیه میکنیم و از این حرفا، نه. هر اون چیزی که میفهمیم، هر اون چیزی که آموختیم، اون رو عرضه میکنیم و اصراری هم بر این که در پذیرشش نیست. اینجا که خداوند متعال در آیه شریفه در رابطه با این وزر و بوهان نداشتید بحث میکردید، ببینید کانون خانواده در اسلام بسیار بسیار مقدسه. ازدواج یک سری تعهداتی رو برای طرفین ایجاد میکنه، هم زن و هم مرد، و هر کدوم یکی از زن و مرد ملزم هستن که این تعهدات خودشون رو در واقع عمل کنن. در رابطه با این آیه شریفه دو تا تفسیر وجود داره. تفسیر اول رو آقا ناصر عزیز
توضیح دادن، من تفسیر دوم رو و فهم خودم و انتخاب خودم هست رو خدمتتون توضیح میدم. ببینید، میگه که زنها اگر ترس دارید ناشزگری کنن یا ناشزگری میکنن، قانون خانواده رو به خطر میندازن، اینها رو ابتدا نصیحت کنید، پند دهید. مراجعه به مشاوره هم یکی از مصادیق این پند هستش. به مشاور مراجعه کنید، از عقلا کمک بگیرید. اگر این هم جواب نداد، این راه رو رفتید، در واقع یکمی از اونها از بسترشون دوری کنید، یکم تنبیه عاطفی بشن. چرا؟ به خاطر اینکه اون قانون خانواده حفظ بشه. اگر این هم جواب نداد، وقتی آیه شریفه میفرماید وضربوهن، نه بزنید، اگر مراد خداوند متعال این باشه که زنان رو کتک بزنید، بالاخره در سیره ائمه معصومین، در سیره پیغمبر، در سیره اولیای الهی بایستی این زدن رو حتی یک مورد شاهد باشید. این یک نکته. نکته دوم، اگر زدنی در کار باشه، حتما حد و حدودش هم باید مشخص بشه. قطعا مراد کتک زدن نیست. من یک چیزی بگم در مورد، توی مجلس از دکتر شهید بهشتی شنیدم اینو، در مورد شکنجه کردن اشخاصی که مثلا بمبگذاری کرده بودن، یک جایی سوال بود، استدلال بود، یک عده میگفتن در تصویب قانون اساسی مثلا نهادهای امنیتی اگر یک مجرمی رو، یه متهمی رو دستگیر کردن، آیا اینو میتونن بزنن، نمیتونن بزنن. یه عده استدلالشون بر این بود که آقا این یک جایی ممکنه بمبگذاری کرده باشه، با دو تا سیلی زدن ممکنه اعتراف کنه، جان هزاران انسان نجات داده بشه. شهید بهشتی یه جمله خیلی زیبایی گفتن که همیشه تو ذهن من هست. اونجا گفتن که ما اگر اجازه بدیم که نهادهای امنیتی یا نیروهای امنیتی کسی رو بزنن، حتی اگر بگیم یک سیلی، همین که مجاز میشن، اجازه پیدا میکنن بزنن، این زدن فردا نوبت به داغ کردنم میرسه. ما هدف این است که این راه زدن بسته بشه. مطلقا کسی حق نداره یک متهمی رو بزنه یا شکنجه کنه. ببینید اینجایی که وقتی میفرماید وضربوهن، نه، کلمه ضرب در زبان عربی معانی متعددی داره. یکی از معانی کلمه ضرب این است که اعتنا نکردن، کنار گذاشتن و حذف کردن هستش. در زبان، در کلام معصومین، این کلمه ضرب به معنی بی‌اعتنایی و کنار گذاشتن هم استفاده شده، که دقیقاً این معنای آیه، سیاق آیه نشون میده که مراد از وضربوهن نه کتک زدن زن نیست، قطعاً این نیست. بعد چیه؟ ببینید، ما روایت داریم از معصوم، فرمود اگر سخنی از ما به شما رسید مغایر با قرآن بود، فضربوهو علت جدار، بزنید به دیوار. ببینید، فضربوهو بزنید، مراد معصوم این نیست که این آیه رو بردارید محکم بکوبید به دیوار، نه، منظورش اینه که دیگه به اون آیه، به اون روایت، به اون حدیث اعتنا نکنید، بذاریدش کنار، بهش توجه نکنید. ببینید اصلا نه حاج آقا، من معذرت میخوام، این فضربوه و به جدار معناش اینه که بزن به دیوار تا ملکه عام بشه، دیده بشه. شما تفسیر به رنگ کنید. نه خیر آقا، منظور این است که روایت رو اعتنا نکنید، بهش عمل نکنید. آقای لطفی، بذار من تمومه. نه من اشکالی نمیبینم که شما باز ادامه بدین، ولی لازم هست بگم که چون ما قرار بود 5 دقیقه، تا همین الان شما، من چون دیر اومدین 2 دقیقه هم اضافه دادم، 7 دقیقه شما صحبت کردین. لطفا تمام بفرمایید. چشم. بس بنابراین معنای فضربوهن نه اینجا به هیچ عنوان به معنی کتک زدن، زدن حتی با اون چوبی که آقا ناصر گفتن، اونم نیست، به معنی جداییه. اصلا دین رو هم اگر بذارید کنار، شما با یک فردی زندگی مشترک رو شروع میکنید، اگر این فرد ناشزگری میکنه، میخواد قانون خانواده رو به خطر بندازه، اول نصیحتش میکنی، به مشاوره مراجعه میکنی، از دیگران مشورت میگیری، اگر خیلی دوستش داشته باشی
این جواب نداد ازش دوری میکنی و در نهایت آخرش جداییه، جدا میشید. حالا جدا میشید و در آیات دیگه توضیح میده که به نیکی ازشون جدا بشید، به نیکی رها کنید با پرداخت تمام حقوقشون. این فقط میخوام بگم که به هیچ عنوان ما این وزر و بهانتر به معنی کتک زدن نمیگیریم، بلکه به معنی جدایی، کنار گذاشتن و حذف کردن در واقع معنا میکنیم. این در رابطه با این آیه شریف. حاج آقا البته اون تفسیری هم که آقا ناصر اشاره کردن، اون تفسیرم کاملا قابل توجیهه. در ازدواج وقتی که طرفین متعهد میشن، در واقع هر کسی به تعهداتش عمل نکنه مجازات میشه. اما مجازات اینجا اگر هم تازه این تفسیر رو بپذیریم، این تنها خانم نیست، آقایون مجازات میشن ولی خانم ها به هیچ عنوان مجازات نمیشن. در قانون ما که بر اساس قانون مجازات اسلامی ما که از فقه شیعه گرفته شده، اگر مردی ترک انفاق کنه، نفقه همسرش رو پرداخت نکنه، مجرمه، یعنی بازداشت میشه، زندانی میشه و مجازات میشه. خانم ها هم اگر احیانا در زندگی مشترک به تعهداتشون عمل نکنن، مجازاتی بر اونها در نظر گرفته بشه. اینجور نیست که فقط این برای خانم ها باشه، برای آقایون هم هست. البته این باز عرض میکنم با تأکید، این فهم خودمه، تشخیص خودمه، چند تا از علمای بزرگ هم دیدن. ممنون آقای لطفی. فقط من یک مسئله بگم آقای لطفی، خیلی سریع که بچه دیگه هم صحبت کنه. آقای لطفی، ما نمیخوایم که به زن در واقع نفقه داره بشه. این قانونی که باید به زن اجازه کار رو شما اعمال بکنی، اگه خواست روی عقدنامه‌اش رو بردارید، زن خودش میخواد کار کنه. اینجا الان توی همون قانون اسلامی شما میگه که زن، اگر مرد بخواد که زنش کار نکنه، نباید کار کنه. نفقه چیه؟ نفقه نمیخواد اصلا. من بذارین سوال شما خیلی مهمه جواب بدم. نه الان جواب ندید، بنویسین آقای لطفی اجازه برید. آقای لطفی اجازه بدین، ممنونم از حضورتون، خواهش میکنم شما چند لحظه صبر کنین، بچه‌ها دیگه صحبت کنن و به شما برگردیم. بچه‌ها شما مودریت کنین، ببخشید. ای نامردا میگن نو کومت به بازار که نمیشه دل آزار. حالا آقای لطفی دیگه، ناصر دیگه، آقا کمک رو بردیم واسد. آقا ناصر، من از فرقی نمیکنه، از آقایونی که آموزه های دینی دارن یه سوال دارم. آیا آیه دارین که در مورد مردی که، حالا من نمیدونم مثلا ناشزه میشه گفت یا نه، مردی که رابطه جنسی، آقای لطفی فرمودن که در کانون خانواده برای در دین اسلام بسیار مهم هستش، مردی که رابطه جنسی برقرار میکنه به جز همسرش، در کدوم آیه زن توصیه شده که چه رفتاری با مرد انجام بده؟ میشه اینو به من بگین؟ اون آیه رو برای من بگین، کدوم آیه؟ اگر زنی متوجه بشه که مردش رابطه جنسی داره خارج از ازدواج، چه توصیه بهش کرده در قرآن؟ مثل اونجا که در مورد ناشزگی زن صحبت کرده، حالا در مورد مرد به زن چه توصیه شده؟ شما بگید ناشزگی رو در مقابل ناشزگی مطرح کنید. آیا مرد هم ناشزه میشه؟ بله. آقا بله دیگه. دیگه ما انسانیم. یا مرد رابطه جنسی برقرار میکنه، رابطه عاطفی جنسی با زن دیگه خارج از خانواده که کانون خانواده به خطر میفته، یا زن. هر دوشون این کارو بکنن، خب اون تعهد رو زیر پا میذارن و خب قانون خانواده به خطر میفته. سرکار خانم شاپرک، این از اینی که شما فرمودید از مصادیق بیین عسر و حرج محسوب میشه و الان در قوانین ما اگر خانم میتونه با استناد به عسر و حرج درخواست طلاق بکنه، خودش رو متطلقه بکنه، ولی اینکه آقا هیچگونه تمایلی نداشته باشه. اینا منشأ قرآنی داره. در قرآن آیا توصیه شده به زنی که الان توضیح میدم جناب سلیمانی، بعد شما پاسخ آقای لطفی رو بدید لطفا. مرسی شاپرک جان. من اگر اجازه بفرمایید، این سوال آقا سامان خیلی مهم بود در رابطه با آقای کاوه، در رابطه با نفقه من بگم یه چیزی، چون خانم شجرزاده جواب خانم شاپرک رو بدید. چشم اجازه بفرمایید، من از ذهنم نپریده چون موضوع خیلی مهمه. خوزش رفع زحمت میکنم، جای کار دارم، واقعا شرمنده.
خدا نگهدار، موفق باشید، معید باشید. چون خانم شجریزاده اینجا هستن، بسیار مهم. من از الان برای شما 4 دقیقه میگیرم چون خیلی صحبت کردم. چشم. این که گفتن چرا اصلا خانم ها باید نفقه پرداخت کنن، بنده بارها و بارها در اتاق ها اینو مطرح کردم. ببینید، من مثل خانم شجریزاده کاملا موافق برابری حقوق زن و مرد هستم و شاید بیشتر از خانم شجریزاده، و این هم تو جامعه ما امکان پذیره و معتقدم که خانم شجریزاده اگر قرار باشه در جامعه ایرانی فریاد برابری حقوق زن و مرد سر داده بشه، که 100% معتقدم باید سر داده بشه، این آقایون هستن که این برابری حقوق زن و مرد رو سر بدن، نه خانم ها. چون آقایون در زندگی مشترک به قدری مسئولیت دارن، به قدری مسئولیت افتاده گردن آقایون. ببینید، مرد باید حق مسکن، شما که خارج از کشور زندگی میکنید معنی اینا رو خوب متوجه میشید مسکن یعنی چی. مرد وظیفه داره حق هزینه مسکن رو، هزینه خوراک و پوشاک و هزینه تحصیل و هزینه درمان و هزینه مسافرت و هزینه تحصیل خانم رو در واقع پرداخت بکنه، علاوه بر این یک مهریه سنگینی که در ابتدا برای جوانهای ایرانی در نظر میگیرن این رو هم پرداخت کنه. بعد اگر بخواد خانم جدا بشه یک مبلغ بسیار سنگینی هم نمیدونم اجرت المثل و از این حرفا. اما خانم ها در زندگی مشترک چه وظیفه‌ای دارن؟ 3 وظیفه دارن: 1 تمکین عام، تمکین خاص، تربیت فرزند. تمکین خاص چی؟ اصلا چه مفهومی داره؟ تمکین خاص نیاز خانم هست. مثل میمونه که به یه خانم بگی شما موظف هستی هر وقت تشنه شد آب بخوری. این کجاش وظیفه است؟ تمکین خاص کجاش وظیفه است؟ تمکین عام هم در اسلام اگر یک حکم فقهی داریم که خانم ها بدون اجازه همسرانشون بیرون نرن، 100 توصیه اخلاقی داریم که زندگی مشترکتون بر زندگی مشترک خودتون رو بر اساس اخلاق مبتنی کنید، نه بر اساس قواعد فقهی، نه بر اساس قانون. الان من با همسرم دارم زندگی میکنم، در طول این چند سال کی همسر من از من اجازه گرفته بره خونه مادرش؟ کی از من اجازه گرفته بره فلان جا؟ هیچ وقت. چون اخلاق تو زندگی ما حاکمه، زندگی مشترک ما مبتنی بر اخلاق هستش. اما آقایون، خانم شجریزاده به والله قسم الان موقع سحره، به والله قسم آقایون زیر این مسئولیت کمرشون خم شده. شما در رابطه دغدغه حضانت رو داری، من به شما توضیح میدم که حضانت در اصلا رشته من حقوقه، کارم مشاور حقوقیه، من به شما توضیح میدم که این حضانت رو به خارج از کشور رفتن که معتقدم باید حذف بشه و امکان پذیرم هست، ولی مسئولیت های دیگه خانم های ایرانی که فریاد برابری حقوق زن و مرد سر میدن، میگن آقا حق هزینه مسکن بمونه سر جاش، حق هزینه خوراک و پوشاک و درمان و تحصیل و همه اینها بمونه سر جاش، فقط 1-2 مورد در موضوعات اجتماعی ما با مردها برابر بشیم. آقا باید زن و مرد برابر بشن. اگر زن و مرد برابر بشن، یک جوان ایرانی وقتی میره خواستگاری دیگه ازش سوال نمیپرسن. آقای لطفی یک پرانتز فقط ببخشید، نه یک ادامه بدید، ادامه بدید، یک پرانتز میخوام باز کنم. آقای لطفی وقت دارید. آقای لطفی، آموزه های دینی ما باعث شده که زن و مرد اینطور فکر کنن. مشکل ما این هست، قوانین و بستر قوانین ما باعث شده. بفرمایید. الان عرض میکنم، وقتی جوان ایرانی میره خواستگاری دیگه خانم حق نداره بپرسه خونه چی داری، ماشین چی داری، درآمدت چقدره. اگر برابری حقوق باشه، مردم از خانم میپرسه، میگه شما چقدر درآمد داری، شما چه خونه ای داری، شما چه ماشینی داری. اصلا گیری من خونه دارم، ماشین دارم، این بر خودمه، شما چی؟ باید اینا رو دنگی دنگی حساب کنیم. بله، مسئولیت مرد تو زندگی مشترک خیلی خیلی زیاده. این قانون مال 1400 سال قبل بود، منتها متاسفانه در واقع این آپدیت نشده. الان خانم ها میرن سر کار. من موردی دارم که دوست من همسرش رفته پرستاری خونده، با چه هزینه‌ای، با چه بدبختی اینو فرستاده رفته درس خونده، الان خانم پرستاره، ماه بیش از 10 میلیون حقوق میگیره، دریغ از این که یک ریالشو بیاره تو خونه. شما فکر نکنید که خانم ها تو ایران دکتر میشن، وزیر میشن، وکیل میشن، نماینده میشن، فرماندار میشن، عضو شورا میشن، هیچ فرقی با آقایون ندارن. زندگی خانم های امروز تو جامعه ما کاملا مدرنه. ممنونم. احکام
برابری حقوق زن و مرد وجود نداره، به خاطر همین آقایون متضرر شدن. خانم نشاط جریزاده نه خانم شما برمیگردید نگران نباشید. من اصلا سوالم این نبود، من سوالم راجع به قرآن بود. جناب سلیمانی میشنویم شما رو. خواهش میکنم. خب من ابتدا پاسخ جناب لطفی عزیز رو عرض کنم. ببینید، اینکه برداشت جناب لطفی از یک آیه چیست، طبیعتاً باید در یک کل سنجیده بشه، و اینکه آیا این برداشتی که امروز ایشون بنابر مقتضیات زمان و مکان، مسائل مربوط به حقوق بشر که به نوعی امروز برای همه یک وجاهتی پیدا کرده، تأثیر داشته، یا اینکه خیر ایشون عملاً اون حکمی رو که هدف شارع اسلامی بوده رو بیان میکنه فرق و تمیز گذاشت. جناب لطفی عزیز، ببینید، آیه 34 سوره نساء که شما از اون اسم بردید اصلا بحث از تخلف زنان نکرده، یعنی نگفته زنی تخلف کرده است با او چنین برخورد کنید. میگوید تخافونه، یعنی اگر خوف حتی دارید، یعنی مثلا شما فکر کنید عملی رو از زنتون میخواید ایشون انجام نمیده، اینجا یک عملی محقق شده، آن وقت علت رو دست شما بوده، شما کاری انجام دادید. اما یک زمانی مسئله به مسئله ذهنی یک شخص برمیگرده، میگه اگر من چنین مطلبی رو از زنم بخوام احتمال میدم که او از من نافرمانی کنه. حالا چه کار بکنم؟ بیام بر اساس آن تفکری که در ذهن من هست عمل بکنم. یعنی یک قصاصی صورت میگیره که بدون جنایت. این کلمه خوف که در آیه آمده شاید نوعی، حالا من بگم بی‌اعتباری سخنان شما، یا نوعی قبح بسیار شدیدی است که در مورد این آیه میتوانیم داشته باشیم. بنابراین نفرمایید که یک زن اگر تخلف کرد در نهایت ما چنین میکنیم. نه خیر، این آیه میگه شما از همون ابتدا چنین بکنید، نه در نهایت. اما در صفحه 474 تفسیر نمونه آیه مکارم شیرازی که به هر حال از بزرگان جناب لطفی و دیگران هست، ایشون الفاظی به کار میبره که واقعا شرم‌آوره. من فقط دو نمونه اون رو میخوانم در تفسیر همین آیه و دیگر این آیه رو میبندم، بعد برمیگردم به یک مسئله خیلی بزرگتر. ببینید، ایشان زمانی که به این تفسیر میرسه در قسمت نکته در صفحه 474 میگوید تنبیه ثانیاً، تنبیه بدنی در اینجا همانطور که در کتب فقهی نیز آمده است باید ملایم و خفیف باشد، به طوری که نه موجب شکستگی شود، نه مجروح گردد و نه باعث کبودی بدن. خب اصلا خود همین جواز رو شما دقت بفرمایید چقدر زشته. ایشون نمیگه نخیر تنبیه بدنی، اما در ثالثاً ایشان مطلبی میگه که واقعا شرم‌آوره. روانکاوان امروز معتقدن جمعی از زنان دارای حالتی به نام مازوشیسم هستن که گاه این حالت در آنها تشدید می شود، تنها راه آرامش آنان تنبیه مختصر بدنی است. بنابراین ممکن است ناظر به چنین افرادی باشد که تنبیه خفیف بدنی در مورد آنان جنبه آرام بخشی دارد و یک نوع درمان روانی است. جناب لطفی، ایشون از بزرگان شماست. حالا من نمیخوام برخی روایت هایی رو بگم که خیلی عجیب و غریب تر از این هستن. یعنی ایشون اومده برای توجیه این رفتار میگه جمعی از زنان ما روان از نظر روانی مشکل دارن، لذا این تنبیه تازه درمان هم هست برای اونها. این یکی از مراجعی است که در عصر حاضر، یعنی 1432 سال بعد از مرگ پیامبر اسلام، داره اینها رو می‌نویسه. شما از این فضا و روح حاکمه بر این کتب فقهی چه چیزی رو میخواید در بیارید؟ اما من برگردم به یه مسئله مبنایی که شاید برای عزیزا خیلی جالب باشه. ببینید دوستان، خود من معتقدم چرا ادیان مضر هستن، دلیلش این است که ادیان زائیده تفکر، مناسبات اجتماعی و عرفی یک زمانن
که این زمان رو به ما بعد خودشون تا ابد تسری میدن و معتقد هستن یگان حقیقت ما هستیم. یعنی اگر در سال 1400 شمسی خانم شاپرک شجری زاده میخواد با همسرش زندگی کنه، مناسبات خودش رو باید با ابوذر و ام ذر نسبت بده، باید مناسبات خودش رو با محمد ابن مسلمه و همسرش بسنجه. یعنی اگر زن محمد ابن مسلمه هر جور فکر میکرد، هر جور مطالبه داشت، هر جور مناسبات اجتماعیش بود، خانم شجری زاده در قرن 21 باید همون جوری فکر کنه. اگر ما به جامعه عرفی نگاه بکنیم، جامعه عرفی میگوید انسان‌ها به مرور زمان تغییر میکنن، جوامع تغییر میکنه، مناسبات اجتماعی دگرگونه میشه، زنان چه بسا به واسطه آموزش پا از مردان فراتر میگذارن، مردان چه بسا به واسطه مشکلاتی که داره عقب میمانن و شما نمیتوانید یک حکم کلی صادر بکنید. یعنی اینکه شما میایید به عنوان مثال حکم یا علتی برای اون میشمرید، این علت عقلایی نیست. ببینید جناب لطفی، علت آمدن حجاب در اسلام چه بوده؟ بنابر نقل اکثریت مورخین، مفسرین و محدثین، به پیشنهاد عمر بوده است که اشاره میکنه مردان نامناسبی به خانه تو میآیند، منظورش پیامبر اسلامه، و بهتر از شما زنان رو بپوشانید. اینجا هیچ اشکالی بر زنان محمد نیست که اون جناب ناصر عزیز فرمودن زنان وقتی بیرون میرن دنبال فاحشگی میرن و اینها، بلکه نسبت رو به اون مردان میده، یه اینها نامناسبن. و پیامبر اسلام زمانی که زینب بنت جحش رو به خانه میبره، میبینه دو نفر نشستن در خانه بلند نمیشن، به واسطه اون سهلنگاری اون آقایون زنان خودش رو در حجاب قرار داد. بزرگوار، این ربطی به اون زنان هم حتی نداشت، اما مناسبات اجتماعی عرب آن زمان نزد محمد به نحوی بود که او تصمیم گرفت بار گناه مردان رو به دوش زنان بندازه. یعنی مردان چشم ناپاک، ایشون اومده زنان رو در خانه حبس کرد، به جای اینکه به مردان بگوید در خانه حبس بشید، اگر شما چشمتون ناپاکه شما در خانه حبس بشید، خانم ها بیان در امور اجتماعی. اما چون دیده مردان ناپاک هستن، گفته زنان در خانه بنشینن. جناب اینا بنده میاد، اجازه بفرمایید. این نوع احکام کم نیستن. شما در درون اسلام اگر نگاه بیاندازید، میبینید احکامی وجود داره که در اون زنان هیچگاه نقشی به شکل منفی نداشتن که شارع اسلامی برای اونها حکم صادر بکنه. شما الان دقت بفرمایید، زنان حتی اجازه مسافرت رو ندادن. حالا برخی روایت ها آمده یک روز، برخی روایت ها آمده دو روز، برخی ها سه روز بدون محرم خودشون حق مسافرت ندادن. به همین دلیله که امروز شما اگر همسری میخواد از کشور خارج بشه، برای گرفتن پاسپورت میگویند اجازه شوهر لازمه. هرچند اون حجمه های حقوق بشری باعث شده که اینها دست بردارن از اون رفتار، ولی شما مناسبات حجاز رو به چه دلیل عقلایی، دقت بفرمایید، به چه دلیل عقلایی به امروز تسری میدید؟ شما مدعی هستید اسلام دین عقلانیته. من با این عقلانیت کار دارم، وگرنه من مناسبت اسلام در حجاز رو کاری ندارم. شما بفرمایید پیامبر در... ممنون میشم. پیامبر در پیامبر در آن زمان چنین عرضی داشتم لسارتن این باز بگم پیامبر اسلام در اون زمان چنین کرده، بسیار عالی. اما شما میگید اون حکمی که صادر شده عقلایی است، برای امروز هم عقلایی است. من این جنبه عقلایی رو میخوام تشریح کنید که مردم ما بدونن چگونه شما زنان رو محصور میکنید در خانه، یا متولی امور مردان باید باشن، تمام چیزها مردان باشه، بعد شما اشاره میکنید نفقه میدهد. آقای سلیمانی مرسی در اذن. اجازه بدید برگردیم به شما. آناسه بگم ممنونم از شما. شیخ خانم اجازه میفرمایید؟ بله بفرمایید آقا. عرضم و حضورتی که بزرگوار، این چیزی که شما فرمودید از منظر فقه شیعه باب اجتهاد منفتح و بازه. فقه اهل سنت قائل به انسداد با سند و معتقدن همون چی که علمای اربعهشون، یعنی جناب ابو حنیفه، جناب شافعی، جناب حنبل فرمودند، همونها الالعبد پاینده و به جای خودشون هستند. منتها از منظر شیعه باب اجتهاد الالعبد بازه. احکام شیعه هم خودتون میدونید احکام دین مبتنی بر یک سلسله ملاکاتیه،
مبتنی بر مدار مصالح و مفاسد تشریع پیدا کرده. یعنی خداوند متعال وقتی یک حکمی رو صادر کرده، من به زبان ساده میگم، به این منظور بوده که یک مصلحت عرفی جلب بشه و یک مفسده عرفی دفع بشه. فلذا اونچه که فرمودید مطلقاً این وصله به علمای شیعه نمیچسبه. ما قائل به اجتهاد روزآمد هستیم و معتقدیم میبایستی عنصر زمان و مکان رو در اجتهاد دخیل کرد و طرحی نو متناسب با عرف در انداخت. این رو من بگم، ما در مواجهه با متون تاریخی، در مواجهه با روایات، در مواجهه با احادیث، یک سلسله گزاره‌ها، یک سلسله قواعد کلی استنباط میکنیم که در تمام قرون و اعصار به قوت خودش باقیه. منتها مبتنی بر این اصول برمیداریم، فروع رو تغییر میدیم متناسب با عنصر زمان و مکان. من یک حکمی رو اشاره کردم راجع به حرمت قمار که در صدر اسلام دو مؤلفه استثناء شده بود، یکی سبق، یکی رمایه، یکی اسب دواندن، یکی تیراندازی. الان بسیاری از آقایون علما قائل به اینن که اسب دوانی هم در عصر ما حرامه. چرا؟ چون میگن دیگه اسب سواری در عرف ما دیگه موضوعیت نداره، دیگه به عنوان یک لازمه توان نظامی محسوب نمیشه که ما بخوایم مردم رو ترغیب بکنیم به وسیله اسب سواری، به وسیله جواز شرط بندی در اسب سواری برن مهارتشون افزایش بدن. خیلی از آقایون الان من فتواشون هم دارم، فتوا به حرمت این دادن، یا فل مثلا در حوزه بازی شطرنج مثلا. ببخشید فتواشون یک لحظه اجازه بدید، من یک سوالی دارم از جناب ناصر. جناب ناصر عزیز، می‌خواستم به اجتهاد که بازه سوال من رو پاسخ بدید. آیا در برابر نص قرآن شما میتوانید اجتهاد بکنید؟ در برابر نص قطعاً نمیشه. منتهی مرد چرا؟ اگر نه اجازه بفرمایید. اگر نص اجازه بفرمایید. من اجازه بفرمایید. باشه بله میتوانید. اجازه بفرمایید. پس در برابر نص قرآن اجتهاد قبیحه. حالا سوال من اینه، شما آیه 12 اگر نصی بله اجازه بدید. اگر نصی علت هم درش منصوص باشه، یعنی گفته باشن فلان حکم به این دلیل تشریع پیدا کرده، دلیلش هم ذکر شده باشه، ما اونجا میتوانیم حتی در نص هم اجتهاد بکنیم. یک مثال دارم خدمت شما، آیه 12 سوره نساء میزان سهم الارث زنان رو، یعنی حالا دختر و پسر، حالا نیمی از پسر در نظر گرفته یا مردان، در آیه 12. در آیه 13 همان سوره به صراحت میگه تلکه حدود الله، یعنی اینا احکام الهی هن و هر کس از خدا و پیامبر او اطاعت کند، حالا میره بهشت، و هر کسی هم حالا به نوعی از اون درگذرد، یعنی از اون حد تجاوز بکنه، در آیه 14 جایگاهش جهنم. خب شما چگونه میخواید این نیمی بودن میراث رو که در قرآن ذکر شده، تخلف از اون هم آمده رو با اصول عدالت امروز تطبیق بدید؟ به صراحت در مورد فقط همین آیه خواهش میکنم به بنده پاسخ. آقا ناصر شما 2 دقیقه و نیم برای این بخش فرصت دارید، بعدم برمیگردیم به سوره خانم. بفرمایید. بله. جسارت اول آیه که فرمودید. بله. جناب آقای لطفی شما میخواهید بفرمایید. من به احترام شما. نه نه بفرمایید. بعد از شما منظورم اینه که نوبت منه. بله بله. نوبت رو خانم سوره دارن، خودشون میگن آقای لطفی لطفاً. مرسی. بله آقای ناصر شما صحبتتون رو بکنید. بله. عرض کردم همونطور که شما فرمودید اجتهاد در برابر نص پذیرفته نیست، مگر اینکه نص منصوص العله باشه. یعنی چی؟ یعنی داخل در نص، نص علت تشریع اون حکم نیز بیان شده باشه. حالا این آیه که شما میفرمایید الان اجماع علمای شیعه بر اینه که عرضم به حضورتون آیه نص بلا منصوصه، فلذا بر مبنای اون فتوا میدن که در عصر حاضر هم عرضم به حضورتون که ارث زن نیمی از مرده. منتهی مراتب میگم، بنده خودم به شخصه با بسیاری از علمایی که معاشرت داشتم، حضرت آیت الله سید مصطفی محقق داماد، جناب آقای عرضم به حضورتون صانعی، جناب آقای سید کمال حیدری، حضرت سید استاد ما آقای شبیری زنجانی، اونا هم بعضا میگن که بله، یعنی متمایل به این شدن که میشود با توجه به این که مناسبات اقتصادی و سیاسی عصر حاضر دستخوش تغییر شده، این احکام رو به نوعی تغییر داد. من الان در مقام افتا نیستم. خب در این ناصر عزیز، من یک مشکل عرض کنم. جناب ناصر عزیز، ابتدا سلام من رو به این مراجع برسونید. اما نکته‌ای که میخوام عرض کنم این است که در آیه 59 سوره نساء
اشاره شده که در صورت اختلاف باید به کتاب خدا و سنت مراجعه کنید، نه نظر مراجع تقلید. برای همین این آیه به صراحت حدود رو مشخص میکنه، حتی مجازات رو هم در آیه 13 و 14 ذکر میکنه. این در واقع یک نصی است که کاملا انقدر قوام و دوام داره که اجازه تخلف هم نمیده. حالا این آیه آیا با شرایط امروز اساسا عدالتی محقق میشه؟ اگه من ایمان سلیمانی میخوام بمیرم، به چه دلیل دختر من باید نیمی از پسر من ارث ببره؟ چرا اصلا هیچ کدومشون نخوان ازدواج کنن، هر کدوم میخوان جدا زندگی کنن؟ این چگونه ما میتونیم این رو عقلانیت بدانیم در مناسبات امروز؟ ببینید، شما اگر حالا بر اساس اون تعالیم دینی که معتقد اینا حقیقت مطلقه، هیچ باطلی در او راه نداره، مثل آیه 42 سوره فصلت، مثل آیه 1 سوره کهف که هیچ کژی در او راه نداره، اگر یک ایرادی ما بگیریم، طبیعتاً تمام این ساختمان حقانیت، اسمت و همه چیز شما فرو می‌ریزه. ببینید، شما در واقع معتقد باید باشید که اینها همه حقیقت برای همه زمان‌ها، هیچ باطلی هم نداره. آیا این رو میتونید عقلای امروز تبیین کنید برای من؟ نگید فلان مرجع، اون مرجع باید قرآن رو فصل الخطاب بدونه. یعنی اگر میخواد یک آیه رو بیاورد، باید عین قرآن استناد بکنه و اون مطلب رو بگه، نه نظر تفسیری. چون نظر تفسیری این عزیزان در آیه 59 سوره نساء به رسمیت شناخته نشد. عرضتم آقا نصر، از وقتی شما یک دقیقه باقی مونده بفهمید. بله عرض میکنم. جسارتن صدای بنده میاد؟ بله میشنویم شما رو. در خصوص این موردی که شما فرمودید، خب الان شما دختر خانم خودتون رو مثال زدید، فرزندان خودتون و فرزند شما هم مهریه میتونه مطالبه بکنه، همین که نفقش بر عهده آقاست. ناگهان ساختمان نظام اقتصادی اسلامو میبایست به شکل منظومه دید، به شکل پکیج دید. بله، دختر خانم شما ارثی که از شما میبره نیمه سهم برادرشه، منتهی مراتب از اون طرف حقوق دیگری داره که برای مرد اصلا متصل. جناب ناصر، من یه خواهش دارم. جناب ناصر عزیز، این لحظه ببینید جان. من اگر وارد صحبت شما میشم، دلیل اینه که شما پاسخ متقن به من نمیدید، به حاشیه میرید. ببینید، اصلا فرض کنید دختر من خواست با یه گدا ازدواج کنه و پسر من با یه تک دختر ازدواج کنه که سرمایه داره، این رو از جای دیگه جبران نکنید. یک حکم رو زمانی بسنجید که در فی نفسه بتونه عدالت رو رعایت کنه. بیاد اصلا پسر من نمیخواد ازدواج کنه، دختر من نمیخواد ازدواج کنه، یا دختر من عاشق یه گدا میشه، پسر من عاشق یک دختر ثروتمند میشه، اون وقت پسر من اونو خیلی بیشتر میشه. ببینید اینگونه مثال نزنید خواهش من. در خود این مسئله خواهشن بمونید و عدالت خیلی صادقانه بگید بله عدالت وجود نداره. این پاسخ متقن شماست. اما اینکه بخواید بچسبونید به وقایعی که اصلا شدنش در حالی از ابهامه، نمیتونه ما رو به هیچ جایی برسونه. جسارتاً احکام دینی بر مبنای ضوابط نوعی وضع میشه. ما نمیتونیم بله از بین 1,000,000 نفر یک استثناء بر مبنای اون بیایم یک حکمی رو وضع بکنیم. آقای ناصر، ببخشید. نفقه بر عهده مرد محرم و هم داره. شاید زنی ازدواج نکنه، شاید زنی در بعد از ازدواج بیوه بشه، شوهرش فوت کنه، شاید زنی طلاق بگیره. شما اصلا، من نمیفهمم. درود به شما آقای سلیمانی، ولی نوعی ما از بعد نوعی بررسی کنیم، یک نمونه چیه؟ شما دارین در مورد حقوق انسان ها صحبت میکنی و یک زن، یک انسان میتونه تصمیم بگیره ازدواج نکنه یا ازدواج بکنه. چرا باید از ارث پدرش نصف برخوردار بشه؟ شما جواب این رو بدید. خواهش اجازه، من یه نکته رو عرض کنم، من یک نکته رو خدمت دوستان عرض کنم. ببینید، پذیرش اشتباه کار انسان‌های خردمندی، اما پافشاری بر روی اشتباه به نظر من نشانه خردمندی نیست. جناب ناصر عزیز، اتفاقا روی سخن ما اینه که اگه نوعی بررسی کنیم، خیلی راحت بود اگر می آمد که میراث نصفه، بالمناسبه وقتی باشه، حالا فرق نمی‌کنه پدری گدای، پدری پولدار یا هر چیز دیگه، کرامت دختر در کنار پسر حفظ میشد. حالا فرقی هم نمیکنه اگر دختر با کسی دیگه ازدواج میکرد، پسر اون هم نصف میآورد، دخترش پسر شما با دختر دیگه ازدواج میکرد هم همین سر دیگه. نیاز به این نبود که شما بی عدالتی رو از جای دیگه ای جبران کنید. جناب ناصر عزیز، من روزی با یکی از این علمای شما مشغول بحث بودم، ایشون اشاره میکرد در فقه شیعه همه چیز عقلایی است. من یک سوال ساده ازشون پرسیدم که به چه دلیل دیه انگشت، سه انگشت زن،
از دیه 4 انگشت زن بیشتره. کدوم عقل انسان میتواند بپذیرد که شما اگه 3 انگشت زن رو قطع بکنید 30 شطور دیه میدید، اگر 4 انگشت زن رو قطع بکنید 20 شطور دیه میدید، یعنی 10 تا کمتر میدید. دلیلش این است که شما در فقهتون آوردید تا ثلث دیه برابرن، بیش از ثلث دیه زن نصف دیه مرد میشه. و بعد ببینید با یک حکم بسیار مضحک مواجه میشید که دیه 4 انگشت از 3 انگشت کمتر میشه. ببینید این است که من عرض میکنم باید عقلایی اندیشید. عرضم تمام. ممنونم. میتونم صحبت بکنم؟ خواهش میکنم بفرمایید آقای ناصر. من عرض کردم خدمتتون، نکنید تا الان که بنده چند ساعته سرکار خانم سهیلا روم بالاست. فکر کنم 6 7 ساعت میشه. بنده به مباحث مختلفی پاسخ گفتم. دوستان متأسفانه ناگهان خیلی جسته و گریخته در ابواب مختلف مباحث مطرح کردن، از تاریخ گرفته تا حوزه حقوق زن و اینها. در خصوص ارث عرض کردم. اون چی که هست الان آموزه‌های فقها در معرض یک نوع تحول و تطور نوینه. در این حوزه من خودم در این موضوع، حالا بخواید ایمیلتون بده، یک مقاله تألیف کردم، اون رو براتون میفرستم، متناسب با اینکه آیا نصوص هم میتواند به فراخور زمان تغییر پیدا بکنه یا نه، اون یه بحث مجزاست. اما عرض کردم اون چی که شما میفرمایید مطلقاً بی‌عدالتی نیست. نگاه کنین، مشکل اینه که ما تساوی رو با تشابه خلط میکنیم. یعنی ناکنین ما میخواهیم خانم با یک ساختار فیزیولوژیک، با یک رسالتی که داره، با مرد با یک ساختار دیگه، با یک رسالت تاریخی دیگه، اینا از هر حیث مشابه هم دیگه باشه. این مشابهت لزوما به معنی تساوی نیست. از قضا تساوی و عدالت اینجا در متمایز بودنه. عدالت رو شما به شکل عدالت مساواتی نبینید. عدالت مد نظر اسلام در حوزه زن و مرد عدالت استحقاقیه، بر مبنای فیزیولوژیک، بر مبنای رسالت اجتماعی که دارند، بر مبنای توانمندی، مسئولیتایی که بر عهده میگیرند. عدالت استحقاقی این میشه نتیجهش. میگم بایستی برایند ساختار رو، کل ساختار رو به شکل منظومه دید. اما عدالت مساواتی که شما میفرمایید، بله، نتیجهش این میشه که الان در بسیاری از کشورها زن برای اینکه از حقوق برابر برخوردار باشه مجبوره. من 2 سالم در کل آلمان زندگی کردم، خانومهایی رو دیدم میومدن، بعضا من شگفت زده میشدم، به عنوان کارگر کار میکردن، کارگر ساختمونی. این اصلا عجیبه. آیا شأن یه خانم چنین چیزی است؟ آیا فیزیولوژیش اقتضا میکنه؟ نه خیر، صرفاً برای اینکه عدالت در اون جوامع به شکل مساواتی تعریف شده، اینها میان برای اینکه از حقوق برابر برخوردار باشن کارهایی رو به خودشون تحمیل میکنن تا از مرد عقب نمونن. ببخشید آقای لطفی، شما هم فرمایشاتی دارید رو بفرمایید. اگر به من وقت بدید خب دوستان اتاق خانم سهیلا بفرمایید. آره در مورد نوبت ها اجازه بدید ایشون تصدیق. خیلی ممنونم جناب لطفی. بعدش میایم خدمت شما. درود میگم به سام عزیز. به هر حال ما ورزشکارا باید هوای همدیگر داشته باشیم. سام نظرت رو میشنویم، برامون 3 دقیقه صحبت کن لطفا. درود بر شما، ممنون از دعوتتون. اول من عذرخواهی میکنم از بانوان محترم اینجا بابت این کاریکاتور. این کاریکاتور از زبان محمد ابن عبدالله در واقع نوشته شده، یه وقت حمله بر بیادبی نباشه. من خب بحثای تخصصی آقای ایمان سلیمانی کردن، من هم دیر رسیدم. فقط یک طرح پرسشی دارم و یک مسئلهی که ما داریم. ببینید ما در عصری داریم زندگی میکنیم که اینترنت هست، گوگل هست، تکنولوژی هست، و خب این دوستان دیندار ما عمیقاً بر این باورند و پافشاری میکنند که احکامی که یک فردی به هر حال با توجه به زمان خودش 1400 سال پیش یک سری سخنانی گفته در قالب یک کتابی به اسم قرآن که جمع‌آوری کرده و گفته مثلا اینها کلام الله هست، و به هر حال همه ما میدونیم که خب یک شخصی اینها رو نوشته. به هر حال چرا این دوستان اینقدر پافشاری دارن این مسائل رو وارد دنیای امروز کنن؟ اینجوری هم دین ستیزی ما شدیدتر میشه، هم دین این افراد بیشتر به خطر میفته. چرا مثل دنیای غرب به واقع خیلی مساهمت آمیز نمیرن گوشه خونه هاشون و در مساجد خودشون از بام تا شام عباداتی که دوست دارن بزنن تو سر کله هم، هر آنچه که دوست دارن با هم بکنند و به راستی این گونه هم دینشون نجات پیدا میکنه و هر آنچه که دوست دارن انجام میدن و هم
در واقع دنیای سیاست و دنیای واقعی رو به مردمان خودش باز میگردونن. و از اون مهمتر من واقعا تأسف میخورم دوستانی که اینگونه پافشاری میکنن بر این دروغ‌ها. و دیروز به واقع مثالی که بخوام بزنم پریروز بود، خانم، وقتی یک خانومی میاد دفاع میکنه، شخصی به اسم فائزه هاشمی، و خب میاد عنوان میکنه، حتما صحبت‌های آقای ایمان سلیمانی رو با مدرک و فکت شنیدن دوستان، وقتی میاد عنوان میکنه دین اسلام زن رو برابر مرد میدونه، همه حقوق مساویه، در قرآن آزادی بیان هست، باور کنید دوستان این گونه دفاع‌هایی که به وضوح دروغ و اشتباه هست، یعنی آیه آیه ما داریم که این گونه نیست. خب این دفاع‌ها واقعا این توجیه‌ها بسیار بسیار ما رو دین ستیزتر میکنه و بسیار بسیار دین شما به خطر میفته. آیا واقعا راهکاری نیست به واقع عقلانی که شما بروید حوزه کاری خودتون رو داشته باشید و گفتم هر آنچه که میخواهید بپرستید بپرستید، از گاو و شتر و آلت جنسی گرفته تا الله و جیزس، و بگذارید این انسان‌ها آزادانه زندگی کنند. من فقط طرح این پرسش رو داشتم. ممنون از وقتی که دادید به من. مرسی، سپاس.